سلام دوستان، میخوایم میان رده های نسل جدید نوکیا رو در کنار گوشی هایی که باید با اونا رقابت کنه رو بررسی کنیم. ما X20 رو مثال میزنیم، ولی قبل از شروع بیایم با هم سری به اینستاگرام 19 کالامک بزنیم، جایی که ما تخفیفات طلایی و روزانمون رو به اطلاع کاربرا میرسونیم و کلی چالش و مسابقات با جوایز ارزنده برگزار میکنیم. ما رو فالو کنید و با فشار دادن زنگوله اولین نفری باشین که پستای ما رو میبینه. نوکیا X20 مثل همه گوشی های ترند بازار، صفحه نمایشش بزرگه. سیستم عامل اندروید خام این گوشی هم نقاط مثبت و منفی خودش رو داره. نقطه مثبتش اینه که کمترین ایراد نرم افزاری رو داره و اینکه نوکیا قول داده تا 3 سال آینده بهتون آپدیت بده. ولی نقطه منفیش اینه که هیچ وقت از کار کردن با محیط کاربریش لذت نمیبرید، چون اسمش روشه، اندروید خام. صفحه نمایش 60 هرتزی اونم دقیقاً زمانی که رقباش به سمت 90 و 120 هرتز رفتن یه ضعف بزرگه، خصوصاً این که صفحه نمایش IPS LCD برای گوشی با چنین قیمتی اصلاً جذاب نیست. در واقع باید بگیم که نوکیا X20 توی سال 2021 ترکونده. نمیدونیم چرا، ولی وقتی مشخصات نوکیا X20 رو کنار قیمتش دیدیم، حس کردیم که نوکیا با خودش چی فکر کرده که مردم عاشق برندش هستن و حاضرن واسه گوشیاش هر چقدر که بگه پول بدن. قیمت اولیه این گوشی حدود 400 دلاره، در حالی که از یه پردازنده پایین رده توش استفاده شده، اسنپدراگون 480 5G، که البته امکان 5G بودنش برای ما ایرانی ها فعلا جذاب نیست، اما در عوض برای کارهای روزانه خوبه، ولی توی اجرای بازی خیلی ضعیفه. قدرت این گوشی یه چیزی در حد A21 S سامسونگ یا Redmi 8 شیائومیه. اصلاً چنین قیمتی با امکاناتش همخونی نداره و بذارین از رقبای این مدل در این رنج قیمتی براتون مثال بزنم. Redmi Note 10 Pro با سر و صدایی که به پا کرده در واقع فقط 230 دلاره، یا مثلا A52 سامسونگ چیزی حدود 300 دلاره. حتی A72 با اون ابهتش که نهایت میان رده سامسونگ هنوز کمتر از این قیمت هاست. تازه این در حالیه که این گوشی ها بهترین پردازنده های گیمینگ رو دارن، خصوصا این که شیائومی از بهترین دوربین و بهترین طراحی هم استفاده کرده و سامسونگ دست کم اینه که گوشی هاشو ضد آب ساخته. بخوایم راحت تر بگیم اینه که اگه نوکیا حداقل تا 50% قیمت رو پایین نیاره، بعید استقبالی از این مدل بشه. حتی اگه امکان 5G رو بخوایم در نظر بگیریم، Redmi Note 9 T 5G شیائومی فقط 200 دلاره، در حالی که دقیقاً 3 برابر قدرتمندتره. اگه دوست دارید مقایسه این 3 تا گوشی رو کنار هم ببینید، حتماً سری به اینستاگرام ما بزنید تا بتونید انتخاب بهتری بین A72, A52 و Redmi Note 10 Pro داشته باشید. از حق نگذریم نوکیا به خاطر همکاریش با شرکت زایس دوربین با کیفیتی روی این گوشی کار کرده و یه پکیج 4 تایی دوربین با لنز اصلی 64 مگاپیکسلی بهتون تحویل میده، ولی خب توی بخش سلفی حرف زیادی واسه گفتن نداره. درسته نوکیا یه برند با اصالت و طراحی زیبا و قابل قبولی داره، اما این گوشی نهایتاً باید 180 دلار باشه تا توی بازار ازش استقبال بشه. ممنون که ما رو تماشا کردید. تجربیات و خاطرات خودتون رو از گوشی‌های نوستالژیک نوکیا رو برامون کامنت کنید.